سلام دوستان وقتتون به خیر باشه اخیرا یک خبر در رسانه منتشر شده انتقادهای نمیم بگیم انتقاد یا بگیم حمله ترامپ به نتانیاهو چی بگم خیلی در این صحبت کردن که آقا ترامپ اومده حرفای زده خطاب به نتانیاهو و تبریکی که به جو بایدن گفته بود زمانی که این شخص رئیس جمهور آمریکا میشه من دو سه نکته میخوام در تو این بگم حالا نتانیاهو یه واکنششو اونم میخوام با هم بخونیم دو نکته میخوام در تو این قضیه بگم و نکته مهمتر که میخوام بگم اینه ببین من احساس میکنم که این پیام رو یا کسی منتشر کرده که یهودیه یا منافع یهودیا براش خیلی مهمه یا تحت نفوذ یهودی هاست یعنی اصلا پیام هدفمند منتشر شده فارغ از اینکه پیام احساساتی یا مثلا جوگیرانه نیست خیلی هوشمندانه نوشته شده نکاتی درش داره و یه باگ خیلی اساسی هم داره که خدمت شما خواهم گفت میخوام بخشی از پیام ترامپ رو برای شما بخونم بعد بریم برسیم اینکه حالا نکات خودمون رو بررسی کنیم ببینیم که چه پاسخی مسئولی نتانیاهو داده شده ابتدای پیام رو براتون میخونم گفته که هیچ کس به من برای نتانیاهو کار نکرده است کسی به من برای اسرائیل تلاش نکرده جولان معامله بزرگی بود من این معامله را پیش از انتخابات انجام دادم و خدمت بزرگی به نتانیاهو کردم بریم ادامه شو بخونیم گفته که برخی گفتن که این هدیه به نتانیاهو 10 میلیارد دلار ارزش داشت من این اقدام رو پیش از برگزاری انتخابات انجام دادم و این خیلی به وی کمک کرد نتانیاهو بدون من در انتخابات شکست میخورد به لطف من در انتخابات به تصاوی رسید ولی او نخستین کسی بود که سراسیمه برای تبریک به بایدن رفت حالا میگه که مثلا پیام ویدیویی داده و تبریک گفته و حرفای از این دست این قصه خیلی برای من مهمه میگه که اگر من به ریاست جمهوری نمیرسیدم تصور میکنم که اسرائیل نابود شده بود ببین یه حرفی رو آیت الله ای زد چند سال پیش که خیلی الان بحث پیرامونش هست تحت اون که اسرائیل ببخشید 25 سال آینده رو نخواهد دید درسته ببین حرفی که اینو زنید چیه من یه بار یه جمله رو میخونم گفتی که اگر من به ریاست جمهوری نمیرسیدم تصور میکنم اسرائیل نابود شده بود دوست عزیز اینها با همه وجودشون چنگ و دندونشون و با همه حیثیتشون اسرائیل رو نگه داشتن و این از درون فروپاشیده است از درون فروپاشی است من همین الان دوباره چند فکر هفته پیش بود یه سری ویدیو دیدیم از داخل سرزمین اشغالی گفتم خبره یه هفته قبلش میخوام براتون مرور کنم دید چه اوضاع بحرانی الانم هم بخوام منتشر کنم همینه و فکر کنم تنها رژیمی در دنیا هست که انقدر اوضاعش در داخل خودش بحرانیه. اصلا با چالش های اطرافش ای و جهانیش کاری ندارم و این خیلی واسه عجیبیه ببین تو همه دنیا رو با خودت به اصطلاح خودمون در حوزه جهانی همراه کرده باشی همه حاکمیت ها رو همراه کرده باشی سازمان ملل هم با توشه، کسیم علی تو باشه هر کسی هم تو حرف بزنه تو یه در شبکه محدودش میکنی یا به چالش میکشیش یا بالاخره یه بهونه پیدا میکنی که این بخوره تو در دیوار ولی الان هم در درون کشور چالش های بحرانی داری هم در منطقه و هم در جهان بعد وقتی در موردت صحبت میکنن میگن اگر ما نبودیم اینا نابود شده بودن بذار ساده‌ترش یک جنگ تمام ایار یک جنگ تمام ایار زیر پوست سرزمین های اشغالی برای حفظ این رژیم در جریانه یعنی کار تموم شده است کارشون تموم شده بدونین و من ساده به شما بگم اگر اگر یه تنشی در منطقه پیش بیاد یه تنشی در منطقه پیش بیاد به شیوه ای که اون تنشی بتونه به درگیر شدن مرزهای زمینی اسرائیل منجر بشه بازی تمومه بازی تمومه اینا روی یک ریلی میفتن که اون ریل مهاجرت در سرزمین های اشغالی رو به شیوه اساسی رقم بزنه و بحرانی رو در داخل اون سرزمین رو شروع کنه حالا بریم جلوتر ببینیم که حرفایی که ما داریم میزنیم چقدر میتونه مفتنی بر حقیقت باشه ضرر نداره دیگه تاش اومدیم دیدیم که آقا مثلا 4 ماه دیگه اینا رو بررسی کنیم یه سال دیگه بررسی کنیم گفتیم تالیار دروغ گفته بریم ادامهش رو بخونیم گفته که این قسمت خیلی برای مهمه میگه که میان آنها نتانیاهو و بایدن اشاره داره به اینکه آقا این دیداری هم که اینا با هم داشتن شما نشستید صحبت کردید این دارم نمایشی بوده ظاهر متن اینو میگه بریم متن رو بخونیم گفته که میان آنها نتانیاهو و بایدن هیچ دوستی وجود نداشت اگر وجود داشت با ایران توافق امضا نمیکردند آنها بار دیگر این کار تکرار خواهند کرد اگر به توافق هستی برگردند اسرائیل تا حد زیادی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت خب من بهش یه سوال دارم تو الان ابتدای متن گفتی که من به اینا خوبی کردم اگه من نبودم اینا نابود می‌شدن اینا به من نارو زدن درسته پس در ادامه متن باید ما این رو بشیم که اصلا گور پدر اسرائیل ولی تو داری از اسرائیل دفاع میکنی تو داری تلاش میکنی این پیام رو به بایدن مخابره بکنی که بایدن بیا اثبات کن که من ترامپ دارم چرت و پرت میگم و تو واقعا رفیق اسرائیلی ها هستی و اگر میخوای این رو اثبات بکنی از طریق مذاکره نکردن با ایران اثبات کن فهمید چی شد یعنی کل این تولد محتوایی که انجام شده رسانه های رژیم سیاسی که به طور کامل در نبردید تو آمریکا هم داره پیرامونش بس میشه اصلا بس بس ناراحتی یک رئیس جمهور سابق به نام آمریکا از به نام نتانیاهو نیست یک پیام کاملا مهندسی شده است که الان داره خطاب به بایدن این رو میگه که اگر میخوای به اصطلاح خودمون ثابت بکنی که حرفای من در این خصوص غلطه و اگر میخوای دوستی خودت با اینها رو نشون بدی دوستی واقعی این هست که اگر واقعی اسرائیل هستی دوستی واقعی این هست که توافق با ایران رو به حاشیه ببری چرا که اگر این توافق محقق بشه تا حد زیادی دوباره اسرائیل در مرز خطر قرار خواهد گرفت من پیام نتانیاهو رو میخوام برای شما بخونم اما تو قبلش این نکته رو باید یادآوری بکنم و اون نکته اینه که ببین دو تا منطق در مقابل ایران هست که البته من گذشته رو برای شما خوندم که خودشون یعنی میگن و هر دو تاشم شکست خورده اصلا هیچ راکاری در مقابل ایران وجود نداره یه منطق میگه که آقا جون بیا در حوزه تقابل با ایران روی بحث تحریم ها تمرکز کن روی بحث فشار تمرکز کن مذاکره هم نمیخواد انجام بدی هستش به حاشیه میره و ایران با چالش های روبرو میشه یه منطقه دیگه میگه که نه اصلا این چه کاریه تو این قضیه من خودمم دارم هزینه میدم تقابل وارد تقابل شدم رسما بهتر این هست که من برم باش مذاکره بکنم ده سال حسیش رو بندازم عقب دوباره بیام جلوتر یه 15 سال رو دوباره تمدید بکنم قرارداد رو بندازم عقب باز دوباره بازی زمانی گذشت بیام یه جلسه دوباره باش بذارم یه مذاکره بکنم یه بند قروب جدیدی تعریف کنم دوباره هستیش رو همینجور متوقف کنم و این تمدید بکنم حسن توی تو این بازه زمانی ما خیلی تر میشیم تر میشیم ایرانم حفظش کردیم تو همین وضعیت یه اهرام فشاری هم داریم به نام تحریم که اون مجبور به خاطر این اهرام فشاری مذاکرات ادامه بده شد یعنی منطقه که مذاکره خیلی هوشمندانه تره اینا در این بازی زمانی ترامپ و نتانیاهو این پیام رو تولید کردن این محتوا رو منتشر کردن که منطق اونها که مخالف مذاکره هستن رو معتبرتر بکنن حالا من هی بخوام فشار میارم که بیشتر ورود نکنم تو این قضیه به خاطر اینکه من اگر بخوام ریز بشم شما الان این براتون ابهام برانگیز میشه که خب سود این از این قضیه چیه چرا داره این کار رو انجام میده و به اصطلاح خودمون اونهایی که میگن مذاکره نکنی منطقشون معتبرتر بشه چی میشه اونایی که میگن مذاکره بکنی متورتر بشه چی میشه پیامدش برای اسرائیل آمریکا چی چی هی میخوام اینو ورود نکنم از طرفی احساس که خیلی مبهم ممکن براتون مونده باشه تو کامنت اگر احساس کردین که ریسل لازم در این قضیه توضیح داده بشه بهم بگین ولی خب احساس میکنم تا همینجا کافیه یعنی اون اپامات دیگه شما امیدوارم پاسخ بهش داده باشین در ذهنتون و نکته جالب تر اینجا ببین در کنار اینکه یک پیام هوشمندانه و مهندسی شده تلاش کرده منتشر بکنه یک ای اعتراف تاریخی کرده و اون اعتراف دقیقاً همین جمله است که اگر من نبودم اسرائیل نابود میشد به ساده تر باز همون جمله رو میگم که اینها تلاش های بسیار جدی انجام دادن برای اینکه این حاکمیت حفظ بشه میدونن که اوضاعش بحرانیه در این منطقه مثلا هیچ کاریش نمیتونن بکنن امید هم به این واسن که با کمک حکام خائن منطقه مثل عربستان سعودی و امارات و اینا بحث عادیسازی بین دولت ها رو جلو ببرن بعد از اون طرف در تولیدات رسانه‌ایشون بحث عادیسازی بین ملت ها رو جلو ببرن و از دیپلماسی ورزشی استفاده کنه از چیزهای از این دست استفاده بکنن بالاخره ورزشکارها و سلبریتی‌ها در مملکت خودشون دیده میشن دیگه تو وقتی یک سلبریتی رو چندین بار با اسرائیلی ها ببینی قبح و چارچوب تقابل با اسرائیل در ذهن ممکن شکسته بشه یعنی کاملا اون داره هوشمندانه کار میکنه فعلا داره زمان میخره و داره تلاش میکنه که زنده بمونه تا اینا بتونن یک راهکاری پیدا بکنن برای اینکه به صلاح خودمون از این وضعیت بحرانی خارج بشه به هر جهت نتانیاهو هم یک پیامی صادر کرده من بخشی از پیام رو خواهم خوندم در یک بیانیه است گفته که نتانیاهو میزان اهمیت فراوان اتحاد مستحکم بین اسرائیل و آمریکا را ارزیابی کرده و به همین دلیل تبریک به رئیس جمهور جدید برای وی مهم بوده است. همین چی شد ترامپ اومده در بخش از پیام گفته که آقا من ناراحتم از اینکه شما تبریک گفتی به بایدن بعد به بایدن هم گفته که اگر مردی اگه وجودش داری بیا با ایران توافق نکن که تو اثبات بکنی که من دارم اشتباه میکنم و تو رفیق نتانیاهو هستی. هم در پیامش گفته که آقا من این کاری که انجام دادم به خاطر این بودی که اتحاد مستحکم این اسرائیل و آمریکا برای مهمه از رفاقت من با تو این مهمتره و من به خاطر اسرائیل این کاری کردم ببین دوستان برخلاف صادق زیبا کلام ها و کسانی که در ایران میان بر این تاکید میکنن که آقا اصلا طرف مقابل ایدئولوژی ورش مهم نیست طرف مقابل نگاه های این شکلی به مسئله نداره اتفاقاً ماجرا برعکسه ببین چقدر مسئله یعنی انگار شما اینجا با یک آدمی طرفی پاسخ نتانیاهو دقت بکنید تو با آدمی طرفی که اون در ذهن خودش یه عرض تعریف کرده بوده الان بهش رسیده بعد از چند هزار سال بهش رسیده بعد تعصبات یهودی خودش از همه چیش برای مهمتره فهمیدی؟ در این تعصبات یهودی همه هم داره له میکنه تاریخو بررسی بکنید الان تو خود اسرائیل تو خود ببخشید سرزمین های اشغالی فلسطین عزیز چند تا خیابون اینا به نام کوروشی کبیر دارن خب یعنی ما بهشون خدمت کردیم دیگه ما بهشون خوبی کردیم پا رو گردن ما ها. حیات تمدنیشون از ما دارن. ولی الان با دارن دوام با ما چرا چون میگه آقا من تو چارچوب ذهنی خودم به اصطلاح خودم اسرائیل برام مهمتره اصلا رفاقت با ایران داشتم داشتم خوبی کردم خواست خوبی نکنه اسرائیل برام مهمتره تو قضیه ترامپ هم همین دیگه ببین ترامپ هم یه لطف تاریخی بینه کرده هم خودش میگه هم اینا میگن ترامپ میگه من اگر این کارو نمیکردم اسرائیل نابود شده بود اینا خودش میگه آره انصافا پاسگله عجب غریبی ما داده ولی اسرائیل برام مهمتره اصلا مهمتره اصلا تو الان ناراحتی تو الان کلافه‌ای تو الان عصبی به ما ربطی نداره اسرائیل برام مهمتره طرف مقابل یک اتحاد کاملا حالا اتحاد نمیتونم بگم یک تعصب کاملا عجیب و غریب روی بسته مقدسات خودش داره و در رأس همه این مقدسات چیزی تحت اونیک سرزمین موعود رو قرار داده که البته از نظر من قصبیه جایی که تو به سرزمین موعود ازش یاد می‌کنی قصبیه و جالبه که در پیام خوش به اتحاد مستحکم لزوم اتحاد مستحکم این اسرائیل و آمریکا برای پیشبرد اهدافشون در این سرزمینه اشاره کرده و البته من این رو یادآوری بکنم اونجا که تو داری بهش میگی سرزمین مقدس اونجا که تو داری براش اتحاد مستحکم جمع میکنی اونجا جایی هست که ما من ازش به عنوان خاک اسلام یاد میکنیم خاک اسلام جایی که صاحب داره صاحبش هم فهمیده که سنگ پرانی رو باید کنار بذاره کارهای جدیتری انجام بده و داره انجام میده و صاحبش به زودی این منطقه رو پس خواهد گرفت من دیدم اخیرا حماس در پیامی که صادر کرده ببین خب در سرزمین اشغالی خیلی از فلسطینی الان این شکلی ماجرا نگاه میکنن که آقا یه نقطه هست به نام غزه حماس بر اونجا حاکمیت داره یه نقطه یه نقطه دیگه هم هست که تشکیلات خودگردان داره اونجا حاکمیت خودش رو اعمال میکنه حماس سر بیانیه اخیرش توضیح داد گفت اصلا داستان این شکلی نیست من این گروهی که راه انداختم این دم و دسته که راه انداختم و این دم و دسته که راه انداختم برای به اصطلاح اعمال حاکمیت بر غزه نیست نگاه هم, هم به شکلی نیست که من حاکم غزه هستم میخوام اینجا رو مدیریت بکنم نه اینها جا افتاده و اینها راه افتاده برای اینکه فلسطین رو آزاد بکنم ببین این پیام خیلی جدیه. من حاکمیت ایران اومدم گفتم که اصلا چیزی تحت عنوان دو به اصطلاح دولتی رو قبول ندارم یا حرف مفته یعنی چی دو تو دولت داشته باشیم فلسطین اینجا اسمش فلسطینه اصلا هیچ گزینه دیگه هم وجود نداره وقتی تو دانشمند منو وسط خیابانو منو میزنی گزینه دیگه وجود نداره یک راهکار وجود داره اونم راهکار تک دولتی هست فلسطین حالا صهیونیست چی میگفتن اینا هفتاد سال پیش میگفتن که نه اینجا اصلا کلا اسرائیل این حرفا حرفا مفتی ما هیچ،, هیچ چیز رو قبول نداریم اخیرا نارامی هایی که پیش اومد بعد از صحبت های آیت الله ای که گفت اگر یک جایی در فلسطین ناآرام شد همتون بیاید کمکشون به اینکه سرزمین های اشغالی به هم بچه های غزن بلند شدن دیگه اولین بار ما در تاریخ فلسطین رو می‌بینیم. اینجا این اتفاق که افتاد اینا اومدن گفتن که نه ما نمیتونیم اینجا سرزمین اون اسرائیل داشته چون اگر بخوایم این کار رو بکنیم با این فلسطینی‌ها نمیشه اجازه زندگی کرد هر روز یکیشون داره یه کاری میکنه حرکت شهادت طلبانه میزنه با اون بمب ماشین میزنه فلان جا با این دلیلی اونا نمیشه زندگی کرد باید دو دولتی داشته درسته باید دو دولتی داشته این ایرانی‌ها این فلسطینی‌ها این جماعت موقتی در دیوونه با اینا نمیشه اجازه بود چرا چون از حق خودشون کوتاه نمیان یعنی تعارف ندارن من با دارم سوال دو دولتی ببین من گاردش چجوری واس کردم همین همونی که میگم اول باید اینجا اسرائیل باشه گاردش رو واس کردم حالا داره از دو دولتی صحبت میکنه حالا پیام جدید حماس رو نگاه بکنید میگه که اینجا سرزمین فلسطین من آزادش میکنم. این سرزمین رو آزادش میکنم. و پشتش به کیا گرمه من فکر می‌کنم پشش به خدای ایرانی هایی گرم است که دستشون نمک نداره چون ما خیلی به شما خوبی کردیم دیگه این همه در تاریخ ما به شیوهی به شما خوبی کردیم که یهودی ها اونجا زمانی که به صلاح خودمون خیابان تأسیس میکنن فکر کنم الان تعداد خیابونه که اسمش کوروش کبیره از تعداد خیابونه حضرت موسی بیشتره چون ما واقعا بهشون ایرانی خیلی بین لطف و اینا نمک برام ترین انسان هستن پیامی هم که دیدین همش در راستای به صلاح خودمون حمایت از منافع اسرائیل بود نه دعوایی هست بین نتانیاهو نه دعوایی هست بین ترام از این دست از سرگذاری بر حاکمیت آمریکاست از زاویه نگاه خودشون برای پاسگول دادن به اسرائیل من نکته دیگه ندارم اگر احساس که نکته هست بعد به این ویدیو اضافه بشه حتما در پیام ها اضافه کنید خیلی مخلصیم وقتتون بخیر